گفتار این هفته دنبالی سخن هفته پیش درباره خط فارسی است. گفتم که خط کنونی فارسی از خط عربی گرفته شده، ولی این خط در اصل عربی نیست و ایرانیان در پدید آوردن خط برای زبان عربی سهم بزرگی داشتند. از این رو برای رسیدن به چگونگی پا گرفتن خط فارسی لازم بود کمی درباره تاریخ خط عربی سخن بگویم که هنوز به پایان نرسیده است. گفتم که عرب‌ها هنگام برآمدن اسلام خود خط نداشتند و شمار بسیار کمی از آنها از خطهایی که از فرهنگ‌های دیگر گرفته بودند استفاده می‌کردند. یکی از این خطها که از انبار و هیره گرفته بودند پایه خط کوفی شد. هیره و انبار شهرهایی بودند در عراق کنونی. درباره وابستگی آنها به شاهنشاهی‌های اشکانی و ساسانی سخن گفتم. عاملی که عرب‌ها را به فکر داشتن خط انداخت قرآن بود. در برنامه امروز می‌خواهم درباره چگونگی نوشتن قرآن سخن بگویم. پیامبر اسلام نوشتن و خواندن نمی‌دانست. آیه‌هایی را که بر او فرود می‌آمدند کسانی که پیرامونش بودند، یعنی یارانش صحابه، از بر می‌کردند و نویسندگان وحی آنها را به خطی که می‌دانستند می‌نوشتند. کاغذ را نمی‌شناختند. از چوب درخت خرما، استخوان پهن شانه شتر، تکه‌های پوست، پارچه یا برگ خرما استفاده می‌کردند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در همه دوران 23 سال پیامبری محمد آیه‌های قرآن را در یک کتاب تدوین نکرد و این از سوی کسی که خود را پیامبر همه انسان‌ها می‌دانست شگفت‌انگیز است. دلیل اصلی را می‌توان در این نکته دانست که عرب فرهنگ نوشتاری نداشت و با کتاب بیگانه بود. زنده یاد استاد جلال همایی می نویسد اهتمام مسلمین بیشتر به حفظ قرآن بوده نه به کتابت آن. در زمان ابوبکر جنگ یمامه پیش آمد و بالغ بر 1200 نفر از مسلمین کشته شدند و در جمله مقتولین به روایت بعضی قریب 700 نفر قراء بودند. قراء یعنی قاریان قرآن، راویان قرآن، به علت اینکه در حقیقت حفظ قرآن بسته به وجود قراء بود و ممکن بود که با مرگ یا قتل آنها تمام یا پاره‌ای از قرآن بالمره از میان برود و برخی از آیه‌ها نابود شده بودند. یک نمونه از آن را در حدیث‌های سنن ابن ماجه می‌بینیم. سنن ابن ماجه که ایرانی و اهل قزوین بود در سده سوم هجری می‌زیست. اثر او یکی از 6 حدیث معتبر سنی است. در حدیث شماره 1944 میگوید عایشه گفت آیه سنگسار و آیه شیر دادن به بزرگسال که بر برگی نوشته شده بود زیر بالین من جای داشت، ولی زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم درگذشت و ما سرگرم کفن و دفن او بودیم بزی آمد و آن را خورد. از این گذشته روایت‌های گوناگون از هر آیه میان مسلمانان پراکنده شده بودند که معلوم نبود کدامین راستین است کدام ساختگی. از این رو عمر برای حفظ آیه ها و یک دست کردن آنها نزد ابوبکر رفت و اصرار ورزید قرآن را گردآوری و تدوین کنند. ابوبکر از این کار اکراه داشت و می گفت اگر لازم می بود خود پیامبر در زمان زندگیش می کرد یا دستوران را می داد. پس از ابوبکر عمر در زمان خلافتش عثمان را مأمور کرد تا با همکاری عده‌ای قرآن را گردآوری و تنظیم کند. عثمان این کار را بر عهده زید بن ثابت که آخرین کاتب قرآن بود گذاشت. چنان که زنده یاد جلال همایی می نویسد نسخه ها خیلی پراکنده بود و گاهی یک سوره نزد چند نفر یافت می شده و گاهی فقط نزد یک نفر بوده است، مانند سوره توبه که فقط نزد خزیمت ابن ثابت انصاری بوده است.
این سخن از نظر منطقی بدین معناست که امکان پی بردن به درستی یا جعلی بودن آیه ها نبوده است. اما گزینش زید بن ثابت مخالفت هایی را برانگیخت، زیرا پیامبر را یاران دیگری بود که در دانستن آیه های قرآن صلاحیت بیشتری داشتند. بنابر حدیث ها به ویژه صحیح بخاری حدیث شماره 103 جلد 5 باب 57 محمد 4 تن را بزرگترین آموزگاران قرآن می دانست و توصیه می کرد قرآن را از آنان یاد بگیرند. نخستین آنها عبدالله ابن مسعود بود. 3 تن دیگر عبارت بودند از سلیم برده آزاد شده ابو حذیفه، سپس معاذ ابن جبل و چهارمی عبی ابن کعب، ولی عثمان هیچ یک از اینان را برای گردآوری قرآن فرا نخواند. این کار را بر عهده زید ابن ثابت نهاد. عثمان روایتی از آیه ها را که زید برگزیده بود به عنوان قرآن رسمی یعنی سخن خدا اعلام کرد. این قرآن را مصحف عثمان نام داده هم. سپس فرمان داد همه روایت های دیگر قرآن را از آن میان روایت ابن مسعود را بسوزانند. بنابر منبع ها از آن میان کتاب المصاحف نوشته ابن ابی داود، عبدالله ابن مسعود سخت به این کار اعتراض کرد و وقتی عثمان فرمود نسخه قرآن عبدالله ابن مسعود را در آتش افکنند، بنابر ابن سعید در کتاب طبقات الکبیر ابن مسعود در کوفه بر منبر رفت و گفت مردم قرآنهای خود را پنهان کنید، چون این قرآنها سخن پیامبرند. به خدا سوگند که من بیش از 70 سوره را از دهان پیامبر خدا آموختم، وقتی که زید بن ثابت هنوز از پدر نزاده بود و پدرش مشرک بود. اختلافهای میان قرآن عبدالله ابن مسعود و قرآن زید بن ثابت بسیار بودند. می نویسند که تنها در سوره گاو بقره بیش از 100 مورد ناهمسانی وجود داشتند. چنان که گفتم عبی ابن کعب یکی دیگر از 4 راوی مورد علاقه محمد بود. او را سید القراء استاد قاریان نامیده بودند. عمر عبی را بهترین حافظ یا راوی قرآن می دانست، ولی با همه روایت های او موافق نبود. در بسیاری موردها ولی نه همه جا عبی با ابن مسعود موافقت داشت و با زید مخالفت. این آشفتگی و وجود روایت‌های گوناگون چند علت داشت. یکی اینکه چنان که پژوهندگان این موضوع گفتند به احتمال خود پیامبر آیه ها را همیشه یکسان بر زبان نمی آورده و در آنها تغییر می داده است و داستان 7 یا 14 روایت قرآن از همین جاست. از این گذشته چنان که از حدیث ها برمی آید پیامبر گاهی آیه ها را فراموش می کرده است. بنابر صحیح بخاری حدیث 558 جلد 6 باب 61 شبی پیامبر خدا شنید مردی قرآن می خواند، گفت آمرزش خدا بر او باد، زیرا برخی از آیه های آن سوره را فراموش کرده بودند. علت دیگر این پریشانی این بود که حافظان یا راویان قرآن ناخودآگاه یا خودآگاه در آیه ها دستکاری می کردن. یک نمونه آن عبدالله ابن ابی سرح از نخستین کاتبان وحی و نزدیکان پیامبر بود که گاهی واژه ها یا جمله های آیه های نازل شده را به دلخواه خود تغییر می داد و وقتی آنها را بر پیامبر می خواند محمد می گفت مانعی ندارد. پس از تکرار چند تغییر از این گونه ابی سرح از اسلام بازگشت، به این دلیل که چگونه ممکن است وحی خدا با پیشنهاد من تغییر کند. پیامبر خون او را حلال ساخت و او گریخت. به هر حال عثمان یکی از روایت‌های قرآن را به عنوان کلام خدا انتخاب کرد و دیگر روایت‌ها را در آتش سوزاند. پرسش مهمی که برای اندیشه خردورز مطرح می شود این است که اگر پیامبر اسلام زنده می بود آیا روایت عثمان را کاملا می پذیرفت؟ به این پرسش هیچ کس نمی تواند پاسخ دهد. از این گذشته قرآن را بر مبنای بزرگی و کوچکی سوره ها تنظیم کردند. از این رو آیه های مکی را، آیه هایی که در مکه نزول کرده بودند، در سوره های مدنی
و آیه های مدنی را در سوره های مکی گنجاندند. زنده یاد علی دشتی در کتاب 23 سال می نویسد متاسفانه قرآن بد تنظیم شده و نهایت بیذوقی در تدوین آن به کار رفته است و همه مطالعه کنندگان قرآن متحیرند که چرا طبیعی ترین و منطقی ترین روش تدوین را پیش نگرفتند و قرآن را بر حسب تاریخ نزول جمع آوری و تدوین نکردند که بیشتر معنی نماید و مردمان آینده را هم به کیفیت نشو نمای اسلام و هم به طرز فکر و روحیات شارعان آشنا کنند. از موضوع اصلی خود که خط باشد دور نیفتیم. این نخستین روایت رسمی شده قرآن یعنی مصحف عثمان را به خط کوفی نوشتند و این در سال 647 میلادی یا 15 سال پس از مرگ محمد بود. به سخنی دیگر وقتی عرب‌ها به ایران حمله کردند یعنی در سال 10 هجری قرآن هنوز تدوین نشده بود و بنابراین کتابی به نام قرآن وجود نداشت. خط کوفی چنان که گفتم در اصل در هیرو انبار ابداع شده بود، ناحیه‌ای که صدها بخشی از شاهنشاهی ایران بود و ایرانیان فراوان در آنجا می‌زیستند. خط کوفی از خط نبتی که درباره‌اش گفتم اقتباس شده بود. حرف‌های خط کوفی گوشه‌دار بودند و از تکرار تکه‌های هندسی به صورت عمودی و افقی و مورب به وجود می‌آمدند. خط کوفی کاستی‌های بسیار داشت. نه تنها مسوت‌ها یعنی حرکت‌های زیر و زبر و پیش را نشان نمی‌داد، بسیاری حرف‌ها همانند نوشته می‌شدند. حرف‌های ب، ت، سه نقطه با هم اشتباه می‌شدند چون نقطه نداشتند. همچنان که حرف‌های ه، جیم، خ و نیز سین با شین، سات با زاد و تین با زین. از این گذشته حرف دال می‌توانست با حرف کاف اشتباه شود. نکته دیگر این که حرف‌های واو، الف و ی در واژه نوشته نمی‌شدند. از این رو به سبب همشکل بودن حرف‌ها و نبود اعراب واژه‌ها و جمله‌ها به صورت‌های گوناگون خوانده می‌شدند. برای نمونه قل به معنای بگو می توانست قال به معنای گفت خوانده شود و تین و به تب به معنای شهوت یا تب به معنای ملایمت خوانده شود. همچنین ملک و ملک و ملک و ملک می توانستند جایگزین یکدیگر شوند و معنای جمله را دگرگون کنند تا جایی که ایمان را کفر گردانند. درست دانسته نیست که از کی در الفبای عربی حرف‌ها نقطه دار شدند و حرکت مسوت‌ها را نشان دادند. 4 تن را نام بردند که نخستین بار اعجام یعنی نقطه روی واژه‌ها را در قرآن به کار بردند. بنابر حدیث‌هایی که ابن داوود در کتاب المصاحف گرد آورده، نخستین کسی که قرآن را نقطه گذاری کرد یحیی بن یعمر است. چنان که نوشتن این شخص که از عربیدانان برجسته و از راویان معروف قرآن در بصره بود اصلا ایرانی بوده و در حوالی سال 120 هجری در خراسان درگذشته است. نقطه گذاری قرآن در زمان پنجمین خلیفه اموی عبدالملک ابن مروان انجام شد و به دستور حجاج ابن یوسف ثقفی امیر عراق بود در پایان سده 1 هجری. حجاج ابن یوسف همان کسی است که به سنگدلی و خونریزی معروف بود و از ایرانیان تنفر داشت. به هر حال در زمان حجاج ابن یوسف قرآن را با بکار بردن نقطه های اعجام و نقطه های اعراب نوشتند. نقطه های اعجام نقطه هایی بودند برای متمایز کردن حرف های همشکل مانند ب، ت، سه نقطه و دیگرها. نقطه های اعراب نقطه هایی بودند به رنگ سرخ برای نشان دادن حرکت ها. فتحه را با یک نقطه روی حرف مفتوح نشان دادند، کسره را با یک نقطه قرمز زیر حرف و ضمه را با یک نقطه جلو یا میان حرف. میگویند نقطه های سرخ ابداع ابوالاسود دولی بود. در این تدوین تازه قرآن خوانش تعدادی از واژه ها و به دنبال آن معنای جمله ها تغییر یافت.
پیشرفت دیگری در درست نویسی قرآن در سال 146 هجری روی داد که به جای نقطه های سرخ رنگ نشانه های کنونی فتح، کسره و ضمه را به کار بردند. همچنین نشانه هایی برای سکون، مد، تشدید، همزه و تنوین ابدا کردند. نوشتن که این کار را خلیل ابن احمد فراهیدی کرد که در عمان زاده شده بود و در بصره درگذشت. یاقوت حموی او را ایرانی تبار دانسته. از حمزه اصفهانی نقل کرده که خلیل ابن احمد فراهیدی از اخلاف ایرانیانی است که به دستور انوشیروان یمن را فتح کردند و جد خلیل در یمن مانده. نوشتن که خلیل فراهیدی به سبب دلبستگی فرهنگی با ایران بود، با ایرانیان بود که سیبوک یا سیبویه را پرورش داد. سیبوک دانشمند ایرانی سده دوم در نحو عربی است که اثر معروف الکتاب را نوشت که نخستین و معتبرترین کتاب در نحو عربی به شمار می رود. پس می بینیم که از نیمه دوم سده دوم هجری بود که خط عربی به شکل کنونی خود نزدیک شد. چون که گفتم قلم های هنری گوناگون این خط مثلا نسخ، سلس، رقعه، مغربی، جلی، دیوانی، نستعلیق مورد بحث ما نیستن. گفتار امروز را در همین جا به پایان میرسانم. در برنامه آینده درباره چگونگی شکل گرفتن خط فارسی که از عربی تقلید شده سخن خواهم گفت.